رهبر اقلیم کردستان عراق آقای بارزانی سالهای درازی بود که تهدید میکرد که رفراندوم انجام خواهد داد و سرانجام تب او نوبه شد و دست به رفراندوم زد و چند روز پیش دیروز یا پریروز فکر کنم شاید دیروز پیامد این انتخابات این رفراندوم رو اعلام کردن. من در شگفت هستم که در این کشورهایی که دولت‌های تک حزبی در اونجا چیره است یا حکومت‌های خودکامه شخصی یا دولتی در اونجا چیره است، چرا هر رفراندومی که برگزار می‌کنند، هر رأیگیری که می‌کنند 95 تا 97 درصد مردم بهش رأی میدن. جمهوری اسلامی، رفراندوم قانون اساسی و همه انتخاباتی که در عراق انجام می‌گرفت، انتخابات در کشورهای خودکامه و دیکتاتوری دیگر و امروز هم در کردستان عراق 97 درصد مردم به استقلال رأی دادند. شاید هم دادند. جذاب این شعار. بگذاریم که در همین دوره بسیاری از مخالفان یا منتقدان با آقای بارزانی یا کشته شدند یا فراری شدند یا برخی در زندان هستند. چند تن از مشاوران پیشین ایشان به کانادا پناهنده شدند. فساد آنچنان سراپای دولت آقای بارزانی رو گرفته که میگویند در هیچ دوره تاریخ دولت صدام فسادی که امروز در عراق دولت بارزانی وجود داره وجود نمی داشته. به گمانم با جمهوری اسلامی رقابت میکنند که کی بیشتر فاسد است. در این سالهای پس از لشکرکشی دولت آقای بوش به عراق، یعنی از 1903 به این طرف 1902-1903 به این طرف، در درازای این 14-15 سال نزدیک به 40 میلیارد دلار درآمد نفت این منطقه عراق گم شده، از بین رفته. حالا چند تا ساختمان درست کردن، خیابان کشیدند مانند خود ایران، در ایران هم از این کارها کردن، ولی انبوهی از پول هم در این میان گم شده. در ایران هم اگر شما نگاه کنید، راهن کشیدن، جاده ساختن، ساختمان درست کردن، ولی شما مجموعه هزینه هایی که در ایران برای این کارها خرج شده رو اگر حساب بکنید، میبینید که دست کم 50 درصده، دست کم 50 درصد آن چیزی که درآمد دولتی ایران بوده در این سالها از میان رفته. برخی کارهای پژوهشی که منتقدان به دولت آقای بارزانی در این مورد کردند، کردهایی که در اروپا زندگی میکنند، استادان دانشگاه، پژوهشگران برجسته میگویند که میزان دزدی در این دوران، در دوران 15 ساله در اقلیم کردستان بیش از 70 درصد پولی است که به دست این دولت رسیده. تنها شاید حدود 30 درصد و کمتر برای آبادانی اقلیم کردستان خرج شده و کسانی هم که به کردستان سفر کردن میگویند که جدا از یکی دو شهری که در اون کارهای انجام شده، بیشتر مردم کرد اقلیم کردستان عراق دگرگونی چندان زیادی در زندگی خودشون احساس نمی کنند. افزون بر این، دولت اقلیم کردستان عراق بین 20 تا 30 میلیارد دلار به دولت عراق بدهکاره، چون نفت رو فروختند و بنا بوده بر پای اون پیمانی که بسته شده بوده برای ایجاد دولت نو در عراق، این درآمد نفت عراق در اختیار دولت مرکزی قرار بگیره و تقسیم بشه، بخشی به اقلیم کردستان پرداخته بشه، برخی به بخشای دیگر عراق. دولت آقای بازدانی این پولها رو خرج کرده، سهم دولت مرکزی رو هم نداده و به داوری من یکی از دلایل برجسته اعلام این رفراندوم برای معامله است، برای این است که در واقع این بدهی ها رو دولت عراق ازش چشم بپوشه و آزادی های بیشتری به دولت بارزانی بده تا او بتواند از درآمد نفت اقلیم کردستان عراق که بخشی از اون رو هم که مال اقلیم کردستانی است
اونها رو هم از آن خودشون میخوانند میدانند، از اونها بتوانه بهره برداری کنه. من بر این باور نیستم که با وجود تهدید کشورهای مانند ترکیه یا دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان عراق رسما پای استقلال بره. من این فکر میکنم این بخشی از این معامله است. حالا جالب اینجاست که در این کارزار یکی از کشورهایی که با هر جنبش و کوششی برای اینکه بخشی از خاک خودش ازش جدا بشه با چنان باش درندگی واقعا درگیر میشود، دولت روسیه است که نه تنها حاضر نیست بخشی از چچن از خاک روسیه جدا بشود، بلکه بخشهای از گرجستان، بخشهایی از اوکراین رو هم به خاک خودش متصل کرده، اصلا کریمه رو که گرفته. ولی این دولت روسیه امروز هوادار این استقلاله. چرا؟ چون دولت آقای بارزانی با یکی از بزرگترین کمپانی های نفتی روسیه که آقای پوتین در اون نقش خیلی مهمی داره قرارداد نفتی بسته و 3 میلیارد دلار هم وام گرفته از اونها. سه کشور در واقع هواداره، سه کشور اصلی هوادار استقلال اقلیم کردستان عراق، اسرائیل، عربستان و روسیه هستند. روسیه به دلایل اقتصادی، عربستان به دلیل اینکه این دولت رو در مقابل دولت شیعی عراق و در مقابل ایران میبینه، و دولت اسرائیل هم که از دیرباز هوادار کوچک کردن کشورهای خاورمیانه بوده، تکه پاره کردن کشورهای دیگر برای اینکه این کشورها نتوانند در برابر اسرائیل قد بلند کنند. حتی تجزیه ایران یکی از برنامه‌های برجسته و بلند مدت دولت اسرائیل بوده. خب طبیعی هم هست، یعنی هنگامی که این دولت‌ها زندگی دولت اسرائیل رو تهدید می‌کنند، هر چه ناتوان‌تر بشوند به سود دولت اسرائیل است. اگر این کشورها با اسرائیل کنار می‌آمدند، منطقه مسلمان نشین خاورمیانه، و اسرائیل رو به رسمیت می‌شناختند و با اسرائیل کار می‌کردند، چه بسا حتی جناح‌های تندروی درون اسرائیل هم دارای چنین قدرت و توانایی نمی‌بودند. ولی ما با گرفتاری‌های خیلی گسترده‌ای در این منطقه روبرو هستیم. سخن از این است که مردم کرد دارای این حق هستند که به حق اونها پایمال شده که اونها هم یک کشوری داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از همیهنان من، از ایرانیان حتی پیشرو آزادی خواه، حتی ایرانیانی که از حقوق مردم زیر ستم در ایران پشتیبانی میکنند، شنیدم میگویند که خب این عراق اصولا یک کشور مصنوعی بوده، چرا باید این کشور رو حفظ کرد؟ درست هم میگن، کشور مصنوعی به این معنا که پس از فروپاشی دولت عثمانی، دولت بریتانیا که در اون هنگام مسئول مستعمراتش آقای چرچیل بود، آمدند و نقشه کشیدند، یعنی نقشه منظورم طراحی کردند و کشورهایی رو از درون عثمانی گذشته بیرون آوردند که بسیاری از این کشورها با خط مستقیم درست شدند. کویت یکی از اونهاست، عراق یکی دیگر از اونهاست. دو برادر رو هم کلیدداران، فرزندان کلیددار کعبه رو آوردند که از خاندان هاشمی بودن، یکی رو پادشاه اردن کردن و دیگری پادشاه عراق، که اون پادشاه اردن همچنان نبش بر سر کاره، ولی پادشاه عراق در اون کودتای بزرگی که عبد القاسم انجام داد کشته شد، یعنی عبد الکریم قاسم و پیش از اون، یعنی کودتاهایی که انجام شد در واقع او رو از بین بردن، عبد الکریم قاسم. خب پاسخ من به این دوستان این است که بیشتر کشورهای جهان پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند. از شمار اعضای کنونی سازمان ملل متحد 71% اونها کشورهایی هستند که پیش از جنگ جهانی اول وجود نداشتند. برخی از اونها مستقل نبودند، برخی از اونها اصلا به عنوان کشور وجود نداشتند. از درون همین اروپا پس از جنگ جهانی اول و پیمانی که در پاریس بسته شد، 9 کشور نوپا به وجود آمد و این کشورهایی بود که پیشتر وجود نمی داشتند. کشوری به نام فنلاند پیش از جنگ جهانی
اول وجود نداشت. مردمانی خودشون رو فنلاندی میدانستن، به زبان فنلاندی سخن میگفتن، ولی این کشور بخش و پاره ای از یک سرزمین بزرگتر بود. البته در تاریخ کهن شاید اینجا اونجا استقلالی هم داشتند، ولی روی هم رفته بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای آفریقایی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتن و بیشتر اونها با خطکش مرز برایشون تعیین شده و به همین دلیل هم دارای درگیر جنگ های داخلی هستند، چون اینها بر پایه یک سنت قومی به وجود نیامدند، بلکه اینها بر پایه فروپاشی مستعمرات به وجود آمدند. بنابراین این که میگوییم عراق یک کشور ساختگی است، پاسخ من این هست که پاکستان هم کشور ساختگی است. پاکستان از عراق هم ساختگی تره، یعنی پاکستان خیلی پس از عراق در واقع استقلال پیدا کرده. پاکستان پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، در حالی که عراق پس از جنگ جهانی اول به وجود آمده. پرسشی نیست که چند کشور دارای تاریخ کهن چند هزار ساله هستند، چون اگر وارد این گفتگوها بشویم شمار کشورهای جهان اندک خواهد بود. حتی ایالات متحده آمریکا رو هم نمیتوانیم در شمار این گونه کشورها بشناسیم. اجازه بدهید که همین آقای مشکیار، زبان کردی یکی از کهن‌ترین زبان‌های خانواده زبان‌های ایرانی است که خیشاوند بسیار نزدیک زبان فارسی است و اینها همه ریشه در زبان‌های کهن ایرانی دارند و به همین دلیل هم بسیاری از واژه‌های کردی به زبان فارسی راه یافته و بسیاری واژه‌های فارسی به زبان کردی. مردم ایران، مردم فارس زبان ایران و مردم کرد زبان ایران تاریخ بلندی با هم دارند و در این هم جای گفتگو نیست که مردم کرد در درازای تاریخ ستمهای زیادی دیدند و طبیعی است که چنین واکنش‌هایی برای اونها به وجود بیاد. اما بیاییم و دنیای امروز رو از چشم‌انداز منافع مردم در دنیای امروز نگاه کنیم. من کارم پژوهش تاریخه، ولی منافع امروز مردم رو از دریچه تاریخ نمی نگرم، چون در اون گم خواهم شد. ما اگر بخواهیم همه تاریخ رو بیاوریم و به حوزه سیاست امروز وارد کنیم، خودمون رو در یک کلاف سردرگم گرفتار خواهیم کرد. اگر بخواهیم به این تاریخ رجوع کنیم، این گرانترین جزیره جهان یعنی مانهاتان رو باید به سرخپوستان آمریکا یا بومی های آمریکا بازپس داد. برخی از زیباترین مناطق آمریکا رو که با جنگ و خونریزی اروپایی تباران کوچیده به ایالات متحده آمریکا از سرخپوستان اون زمان یا بومیان اون زمان، حالا سرخپوست بهشون میگفتند، ایندیان، از اونها گرفتند، اینها رو باید به اونها بازپس بدهند. همچنین این همه کشتاری که در سرتاسر آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی با گروه‌های بومی این مناطق، لشکرکشی‌های پرتغالی‌ها، اسپانیایی‌ها و دیگران به وجود آورد، خونریزی‌های کلانی که برای گرفتن سرزمین و دارایی اونها انجام دادن، همه اینها رو ما باید برگردیم به تاریخ، این سرزمین‌ها رو به اونها بازپس بدیم. هستن هنوز هم میهنانی که داغ 200 سال گذشته رو دارن و می‌خواهند که یک روزی 17 شهر قفقاز رو به ایران بازگردانند، که باز نخواهد گشت، یا پیمان گوتسیهر رو در واقع لغو کنند، یا پیمان از روم رو از نو در واقع بازبینی کنند. در نوشته های گروه های قومی کرد هم همین رگه های پر از گرفتاری به چشم میخوره. شما به هر گوشه جهان که نگاه کنید میبینید که دست به دست شده این مناطق تاریخی جهان، شهرها دست به دست شده. همین گرفتاری که امروز در یکی از مقدسترین مناطق برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان وجود داره، در بیت المقدس، در یک سو دیوار ندبه، در بالای اون مسجد الاقصا و در کنار اون جایی که میگویند یکی از جایهایی بوده که عیسی مسیح در اون به سر می برده، و مجموعه این
بناهای کهن، اینها بر سر هم بنا شده، در راه اینها خون داده شده. این اورشلیم یا بیت المقدس ده ها بار میان مسیحیان، رومی ها، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان دست به دست گشته. در این هند هر ساختمان کهن هندوان که مسلمانان بر اون چیره می شدند ویران می کردند و بر ویرانه اون مسجد می ساختند. و همین چند دهه پیش بود که در اون جنب و جوش بزرگ هندوها که در هندوستان برپا شده بود، جنبش ناسیونالیستی ملی هندوها، یکی از بزرگترین و کهن‌ترین مسجدهای مسلمانان را ویران کردند و عده زیادی در اونجا کشته شدند. ولی این مسجدی که ویران شد بر ویرانه یک زیارتگاه هندوها بنا شده بود. ما اگر بخواهیم به این تاریخ بازگردیم و بحران‌های امروز جهان رو بر پایین تاریخ و سرزمین‌های تاریخی بخواهیم بازبینی کنیم، دنیا دوباره پر از خون خواهد شد. آخرین نمونه این نوع خونریزی ها رو ما در یک سو در سوریه می‌بینیم، چند سال پیش هم در بالکان دیدیم. این حزب دموکرات کردستان ایران هنگامی که به تاریخ کردها نگاه میکنه، مردمی بسیار کهن، زبانی بسیار کهن، زبانی از خانواده زبانهای هند و اروپایی و از خانواده زبانهای ایرانی، باز میگردن به جنگ چالدوران که بله در چالدوران، در جنگی که شاه اسماعیل مغلوب شاه سلطان سلیم شد، کردستان ما رو تقسیم کردن که گویا اون زمان کشوری به نام کردستان وجود داشته که رو تقسیم کنن. این روستاها بارها دست به دست می شده. گاهی این گروه کرد دمار از روزگار اون گروه دیگر کرد در می آورده. گاهی این تیر از کردها با حکومت محمد علی شاه همراه می شدن. گاهی با مشروطه خواهان یه دیگه همراه می شدن. این جنگ و ستیزهای تاریخی و قومی در درازهای تاریخ در این خاورمیانه وجود داشته. و ما اگر بخواهیم با این نوع حسابرسی های تاریخی کشورسازی در این منطقه بکنیم، ایران رو باید تقسیم بکنیم به دست کم 30 کشور. عراق هم از توش باید 4-5 کشور در بیاد. آرزوی برخی این است که ما کشورهای ناتوان در خاورمیانه داشته باشیم. در کردستان امروز ایران شما نیک بنگرید، من به کردستان اقلیم عراق خواهم پرداخت. نزدیک به 70 سال پیش 72% جمعیت، 75% جمعیت کردتبار و کردزبان در کردستان و کرمانشاه و ایلام، اینها روستایی بودند و یا زندگی عشیره‌ای، با زندگی عشیره‌ای زندگی می‌کردند، با روحیه و رفتار عشیره‌ای. امروز در استان کردستان ایران 71% جمعیت شهرنشین هست. 71% جمعیت شهرنشین هست. استان در شهرستان سنندج تنها 10% روستانشین داره. چرا این رو اشاره می کنم؟ چون زندگی شهری فرهنگ شهری به خودش میاره و اون فرهنگ روستایی قومی رفته رفته کمرنگ میشه. در زندگی روستایی، در زندگی ایلیاتی، خویشاوندی و روابط بازرگانی در میان تیره های ایلیاتی است. حتی گاه از درون اون تیره کوچک ایلی هم خارج نمیشه، به کل ایلی گسترش پیدا نمیکنه. در حالی که در زندگی شهری اینها به کنار میره، مردم با هم ازدواج میکنن، از هر تیر و تبار و پیشینهی وارد کارهای بازرگانی با یکدیگر میشوند و روابط تازهی در میان انسانها شکل میگیره. و از همه اینها مهمتر طبقات شکل میگیره در جامعه شهری، که این منافع طبقات و گروه های اجتماعی دیگر با منافع ایلی یکی نیست. یک زمانی در یک زندگی ایلی، در یک کتاب یک نویسنده آلمانی میخوندم که به فارسی برگردانده شده، این بارزانی بزرگ هنگامی که اسب یک سو میتاخته، 300 سوار پشتش روانه می شدند بدون اینکه بدانند کجا می روند. و می گوید یک بار ما هم رفتیم، فهمیدیم که می خواهد اسب برانه، کار دیگه نمی خواهد بکنه. چون زندگی عشیری
بر پایه رهبر ایل، رهبر اشیروس دوباره. زندگی شهری رنگ و بوی دیگری داره. منافع ملی در اون شکل میگیره، منافع مشترک اجتماعی شکل میگیره، منافع مشترک صنفی و طبقاتی شکل میگیره. ما در تاریخ ایران دو کوشش موازی برای کمرنگ کردن این منافع یک پارچه شدن و همرنگ شدن و نه همرنگ ولی هم منافع شدن مردم رو در جامعه ایران با خود داشتیم. یکی کوشش در شیعی کردن ایران است که دوباره در جمهوری اسلامی سر بلند کرد، و دیگری در قومگرایی است، در ایل سازی است یا ایلگرایی است، منافع ایلی رو بر جامعه چیره کردن. در حالی که در جامعه مدرن رفته رفته ملت شکل میگیرد، در درون ملت منافع گروهی و صنفی و طبقاتی و اجتماعی شکل میگیره، و اینها با زندگی عشیره‌ای و ایلیاتی متفاوت هست. ایران امروز ایران ایلیاتی 150 سال گذشته نیست. یک زمانی که قاجاران بر سر کار بودند، هر کسی که در گوشی از ایران میخواست به حکومت برسد یا باید از قاجار میبود یا باید با قاجاران وصلت میکرد، ازدواج میکرد، داماد اونها میشد تا بتواند کاری بکنه. در گوش و کنار ایران هم سران ایلی بیرون از قاجار گاه به قدرت میرسیدند یا به اونها امتیاز قدرت میدادند. مشروطه اینها رو در هم ریخت. ارتش مدرن ایجاد کرد. در ارتش مدرن ایران بسیاری از فرماندهان کرد و ترک تبار و ترکمان و از تیرهای گوناگون بودند، ولی ارتش ایران بود. و همین ارتش ایران گاه در سرکوب همون گروه هایی که سرهنگ و سپهبد و سرگرد و سرباز به این ارتش دادن شرکت میکرد، چون منافع یک دولت رو نمایندگی میکرد، بنا بود منافع ملت رو نمایندگی بکند. خب این گرفتاری میباشید، این گرفتاری بزرگ تاریخی یا گرفتاری های بزرگ تاریخی رو ما امروز نمیتوانیم به سپهر سیاست کنونی جامعه بشری وارد کنیم. من نمیگویم باید همه مسائل قومی و ملی و زبانی رو کنار نهاد، اما ببینیم گرفتاری واقعی عراق و ایران امروز چیست؟ آیا گرفتاری عراق امروز در این است که مردم کرد زبان عراق اگر جدا بشوند آزادی خواهند داشت؟ یعنی آقای بارزانی به اونها دموکراسی ارمغان خواهد کرد، در جدای اونها از عراق فساد از میان خواهد رفت؟ آیا گرفتاری امروز ایران در این است که به اقوام اجازه نفس کشیدن داده نشده؟ یا یعنی که گرفتاری بزرگ جامعه ایران در این است که حکومت دینی بر سر کار است، که در این حکومت دینی که آیین شیعی 12 امامی در کانون نشسته، ستمی چند باره بر مردم اهل سنت که کردها هم بیشترشون اهل سنت هستند میروند، یا با بلوچ ها چنین رفتاری میشوند. ولی همه مردم ایران از این حکومت دینی ستم میبینند. بخش دیگری از تبعیض بزرگ در ایران تبعیض بر زنان هست. هیچ جنبش استقلال طلبانه، هیچ کوشش فدرالیستی بقرنج آزادی رو در ایران حل نخواهد کرد. ما یک گرفتاری مشترک برای دستیابی به آزادی، حقوق و قانونمداری در سرتاسر خاورمیانه داریم. جدا فکر میکنید از این ویرانه عراق، این واحدهای جدا شده در عراق یا واحدهای جدا شده در افغانستان، پشتون و تاجیک و هزاره‌ای دموکراسی ساخته خواهد شد، یا بیشتر بیشتر صورت ایلیاتی به خودش خواهد گرفت؟ و همه اون جنبه های زندگی شهری و شهروندی رو از میان خواهد برد. آیا به سود مردم کردستان ایران نیست که در این کشور بزرگتر بتوانند در اقتصاد و سیاست کلان ایران درگیر بشوند و جایگاه برجسته‌ای پیدا بکنند؟ در فرهنگ بزرگ ایران، کلان ایران مانند شهرام ناظری نقش داشته باشند تا اینکه بخواهند یک دکان کوچکی برای قوم خودشون بسازند. بگذاریم که کسانی که این سخنان رو میگویند، حتی اگر شما به اقلیم کردستان عراق هم که نگاه کنید، دیگر اون
پاکی های به اصطلاح ایلیاتی رو شما نمیابید. بسیاری از عراقی های عرب با کرد های اقلیم کردستان ازدواج کردند، ترکمان ها با کرد ها ازدواج کردند، خانواده های در هم آمیخته به وجود آمده. این در مورد ایران که به ویژه درست است، برای اینکه در مورد ایران به ویژه در میان ایرانیان فارس زبان و کردها یک نزدیکی و الفت زبانی هم نزدیکی های دیگری وجود دارد. حالا یک رشته درگیری ها در گذشته میان ترک زبانان و کرد زبانان بهش دامن زده می شد که خوشبختانه رفته رفته کم رنگ تر شده، ولی این پیوندها در ایران شکل گرفته. بخش بزرگی از مردم کرد تبار در بخش های بیرون از کردستان ایران زندگی می کنند. اینها رو باید چه کار کرد؟ اینها رو باید روانه این سرزمین جدید کرد. من یک پرسش از شما می کنم. نگاه کنید به وضعیت فلسطین امروز. جدا از هر نقدی که به حکومت اسرائیل دارید که باید داشته باشید، به ویژه حکومت آقای نتانیاهو، از شما این رو می پرسم که در این نیمچه دولت فلسطین مردم فلسطین دارای حقوق بیشتری هستند یا اعرابی که عرب تبارانی که تبعه اسرائیلند و در مجلس نماینده دارن، رأی میدند، دارای حقوق هستند؟ دنیای مدرن به دنبال این است که فرد در کانون دغدغه پیشرفت انسانی، پیشرفت اجتماعی بنشیند. یعنی انسان است که در کانون بررسی ها و گفتگوها و گفتمان توسعه بشری قرار میگیره. حقوق فرد، برجسته شدن جایگاه فرد در زندگی اجتماعی، سعادت انسان، آزادی فردی، برای اینکه با هر کس که بخواهد ازدواج کند، به هر دینی که میخواهد در بیاید، در هر گوشه جهان که بخواهد بتواند زندگی کند و به هر شغلی که علاقه‌منده است اون رو دنبال کنه، هر هنری رو که میخواهد اون هنر رو دنبال کنه و هر روشی رو که در روابط جنسی خودش بهش علاقه‌منده اون رو دنبال کنه در چارچوب قانون طبیعتاً. خب در این چارچوب ما باید از این بحث های استقلال و جدا شدن و چند تکه پاره کردن این کشورها پرهیز کنیم. اگر بارزانی و گروه او بر این استقلال اقلیم کردستان پافشاری کنند، هم در ایران، هم در عراق و هم در ترکیه خون به پا خواهند کرد، درگیری های منطقه‌ای ایجاد خواهند کرد، به زیان مردم کرد خواهد بود، به زیان مردم ترکیه خواهد بود، به زیان مردم عراق خواهد بود، به زیان مردم ایران خواهد بود. تنها راه کاهش این وابستگی های تاریخی ملی کاری است که اروپا دست به اون زده و هنوز هم با دشواری های روبروست، اون فراخ کردن مرزهای اروپا، از میان بردن مرزهای اروپا، ایجاد ایالات متحده اروپا است که مردم سفر می کنند، خودشون رو شهروند اروپا می دانند. به این معنا نیست که علاقه ملی از میان رفته، زبان ها برچیده شده، زبان واحد ایجاد شده، این علاقه از میان نخواهد رفت، اما می توان اونها رو در چارچوب منطقی مهار کرد به جای اینکه به جنگ و خونریزی و درگیری های ماندگار بیانجامد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش.